به خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف اشتم به درس ریاضی خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با هم دیگه درست است ریاضی سنف اشتم درست است و فصل چندم هستیم فصل سوم هستیم مشابهت ها درس سوم پس دقت کنید هم فصل سوم هستیم هم درس سوم هستیم درس سوم از فصل سوم خب قبل که درس شروع کنیم اول کارخانگی رو با ما روان کردین یا نه؟ از چی طریق روان میکدین؟ از طریق واتساب نمبرش هم خودتان یاد دارین دیگه نه؟ بگین چی است؟ دو سفر 255 و شست اگر کدام سوال یا مشکلی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق واتساب همین نمبر که به شما خواندم درست است؟ درس امروز ما و شما درس سوم از فصل سوم یک چی است؟ قضیه تالس یا تالس در مسلس است؟ که ما و شما اگر یادتان در درس قبل در درس دوم چی خواندیم قضیه تالس گفتیم هم تالس برش گفتمش هم تالف سیست بعضی کتابا تالف میگه و بعضی ها تالف میگه فرق نمیکنه قضیه تالس یا تالس در حالت کلی رو خواندیم آلی در مسلف میخوانیم سیست که و کاربردش بسیار بیشتر است فکرتان باشد بسیار دقت کنید قضیه تالس در مسلس بیشتر چیه کاربرد دارد سوال ما شما بیشتر از این میآید و بعد از چی میخوانیم؟ حالت های تشابه مسلس ها ما و شما اگر دو مسلس داشته باشیم بگیم دو مسلس با هم چی هست؟ مشابه یا متشابه است سعی است؟ و چرا خمیر ثبوت کنیم؟ برای ثبوت کردن که دو مسلس با هم متشابه است ما و شما سه تا حالت داریم حالت اول، دوم و سوم سه است که امروز ما و شما حالت اول او را میخوانیم درست شد؟ خب پس عزیز بریم سر تخته که ما قضیه تالف در مثلث ها رو بر شما تشریح کنیم که به چه شکل می باشد درست است اگر یادتان باشد قضیه تالیس ده چی گفتیم ده حالت عمومی گفتیم دیگه نه گفتیم اگر ما شما چند خط موازی داشته باشیم یک خط مو... دو خط مورب بیا یار خط کنه صحیح است به عنوان مثال چند خط موازی داشته باشیم یک دو سه صحیح دو خط موارب بیا خط کنه به این این پاره یا خط که روی ازی دو خط مبارد جدا میشه با هم چی است متناسب است یعنی میگیم این پارخط روی ازی سیست نسبت این نظر به ای مساوی است و نسبت این پارخط خط نظر به این پارخط. خط درست است پس ایرا ما شما چی رو ما با شما خوانده بودیم حال قضیه تالیس در مثلث پس اگر ما و شما به شکل است قضیه تالیس در مثلث به شکل است من شکلش براتون میکشم تا متوجه باشین میگیم اگر ما و شما یک تا چه مثلث دلخواه داشته باشیم سیست این مثلث ما و شما باشد مثلث A B و C سیست مثلث A B C یک مثلث دلخواست. است و ما و شما یک زل دیگه در دا اینجا داشته باشیم یک پاره خط زل که نبگیم خط است. یک پاره خط دیگه در دا اینجا داشته باشیم که دا باشه D و E به عنوان مثال این پاره خط داشته این زل داشته باشه مثلا این پاره خط میگیم دیگه و دقت کنید شاگرد عزیز دی ای چی باشد موازی با بی سی باشد یعنی علامه که میمونیم یعنی چی است یعنی موازی است یعنی هیچ وقت اگر ما و شما این ادامه بدیم هیچ وقت هم خط قطع نمیکنه صحیح است به خاطر میگیم موازی پس دقت کنید قضیه تال سر مثلث به این یک مثلث دلخوا داریم ای بی سی و پاره خط دی ای ما و شما با بی سی چی است موازی است پس دقت کنید نوشتم میکنم من دی ای است با بی سی سیست پس دی ای ما و شما با بی سی موازی است خب پس این چی است این قضیه تالف میگه که به شک اگر باشد حالا نتیجهش چی است نتیجهش بسیار مهم است نتیجهش نیست دقت کنید ای دی بار خط AD بر DB دی یعنی چی نسبت AD دی بر DB دی پس من نوشته می کنم AD بر DB مساوی است با پس AD دی بر DB دی مساوی است با AE بر ای صحیح سی است پس AE ای بر ای صحیح سی است پس, ای ای سی پس این نسبت این دو نسبت با هم چیست؟ چی است مساوی است یا اصطلاحاً که چی یعنی تناسب برقرار است صحیح است پس قضیه تالس اینی میگه میگه اگر ما و شما در مثلث قضیه تالس در مثلث اگر ما و شما یک مثلث دلخواه داشته باشیم و پاره خط دی, 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 با بی سی چی باشد موازی باشد پس یعنی سمبول چی است موازی رو نشان میده دیگه نه؟ نتیجه چی میشه نتیجه چی اینی یعنی تناسب میشه که برش میگیم ای دی بر دی بی مساوی با ای ای بر ای سی یعنی تناسب برقرار است باید دقت کنید شاگرد عزیز بسیار نکته مهمی است باید میگیم چی به این تناسب میگیم حالت جز به جز دقت کن یک جز بالا یک جز دیگه مسایست. است یعنی جز بالا جز دیگه صحیح که ما و شما جز به کل هم از این میتونیم باز نتیجه بگیریم چون یک تناسب است نظر به خواص یا ویژگی های تناسب ما و شما چه در نظر میتونیم نتیجه بگیریم یعنی را میتونیم نتیجه بگیریم دقت کنید ای دی, ای دی دقت کن جز بر A بی کل زل در نظر میگیریم ای D بر A B سیست پس ای D بر ا بی مساوی میشه با او بر چی میشه شاگرد عزیز شما بگین ای, ای ای بر چی آفرین بر ا C بر کل دیگه سیست پس بر ا C دقت کنید شاگرد عزیز پس این چی است ای میگیم جز به می جز با این میگیم جز به کل سیست این جز به کل از روی جز به جز نتیجه میشه چون خواست چی است خواص تناسب است صحیح پس نظر به خواستان میتونیم میره نتیجه بگیریم پس دقت کنید شاگرد عزیز و گرامی قضیه طالف در مثلث این میگه که اگر ما و شما مثلث دلخواه داشته باشیم و دی ای با بی سی چی باشد موازی باشد نتیجه چی نتیجه شی نیست که جز به جز اگر نوشته کنیم ای دی بر دی بی مساوی با ای بر ای سی به این میگیم جزب جز به جز و اگر جز به کل نوشته کنیم ای دی بر کل ای بی ای بر کلش میشه ای سی پس اردش سیس اردر میتونیم نتیجه بگیریم سیس تفاهم چه رقم شد دیگه نه پس این قضیه تالیس در مسلس سیس پس قضیه تالیس در مسلس به این شکل است خب دقت کنید شاگرد عزیز پس به این ایرس چی نوشتم کنیم نام از این میگیریم جوز به جوز گفتم این تناسب چی هست؟ تناسب جز به جز است اینجا نوشته میکنم جز به جز و وای چی است جز به کل سیست پس جز به جز و جز به کل اردوش میتونی نتیجه بگیریم در اصل ما جز به جز نتیجه میگیریم و نظر به جز به جز جز به کل دریافت میشه چرا چون یک تناسب است خواص تناسب میتونیم اعمال کنیم سایز اینی دریافت میشه پس اردوش نتیجه میشه گرفت فرق نمیکنه. پس قضیه تالیس ما و شما فهم اگر یک مثلث دلخواه ای بی سی رو ما شما داشته باشیم و دی ای موازی با بی سی باشه نتیجه میگیری جزء به جزء میتونی نوشته کنی جزء به کل میتونی نوشته کنی سایز خب اما سوال چه رقم کار میشه به عنوان مثال دقت کنید به عنوان مثال ما شما یک مثال اینجا کار میکنیم مثال باید با, با نام مثلا ما شما این مثلثه داریم با میگه کلانتر بکشیم فیس به با شکل باشد ده باشد ا بی سی دی ای سیست و ما شما این میته و میگه که دی ای ما شما با بی سی چی هست موازی یعنی سمبول که بانه اینه علامه چی میشه موازی میشه سیست عنوان مثال ده اینجا سه باشد ده اینجا دو باشد میگه اگر این چار باشد اینی x است این دریافت کو سایست پس سه دو چار x گفته دریافت کو پس این اردو چی هست؟ موازی است خب میگیم که یک چی است یک مثلث دلخواست دی ای موازی با بی سی میشه درست است پس قضیه تالیس برقرار است دقت کن آلی اگر ما شما خب نتیجه بگیریم اینی رو نوشته کنیم یا این اینی رو نوشته کنیم دقت کن کدام از ما خواسته یک تا جزء از خو... از ما خو... ما شما خواسته سه تا جزء داده یک تا جزء خواسته پس ما و باید جزء به جزء نوشته کنیم اگر یک تا کل از ما شما می‌خواست میگفت ای بیر دریافت کو ما شما جزء به کل نوشته می‌کردیم است پس از همون نظر به همون سوال که از ما شما خواسته از کدام از این اردو استفاده کنیم فهمیده میشه علی از کدام استفاده میکنیم از جزء به جزء استفاده میکنیم درست است پس من نوشته میکنم پس به شک نوشته می‌کنم ای دی بر بر دیبی بر دیبی بی مف... دبا ای 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 سی خب حالا عدداش میریم قیمت گذاری میکنیم خب ای دی چند است؟ ای دی سی است دی بی چند است؟ دو آفرین مفاویس دبا دو بر ای ای چند میشه؟ گفته چهار است و ای سی چند است گفته x گفته دریافت در کو پس ما ایکس پس چی از یک تناسب شد دیگه نه خب تناسب چرا خب دریافت در طرفین وسطاین میکردیم درست است این اگر ما شما طرفین وسطاین کنیم سه ضرب در اکس میشه سی ایکس مساوی است با دو ضرب در 4 چند میشه 8 میشه صحیح است حالی چی است یک معادله است اطراف تقسیم بر x که سه تقسیم بر سی تقسیم بر سه يعني سه سه خلاص پس ده اینجا میشه x. در اینجا ما x مساوی میشه پس من پ جای نیست در پیشش نوشته میکنم x ما و شما چند میشه 8 بر 3 سیست 8 بر 3 پس 8 بر 3 را دریافت کنید با ماشین حساب دریافت میکنید دقیق چند میشه پس x ما و شما تا دریافت کنیم چند شد 8 بر 3 سیست پس فهمید چرا رقم شد دیگه نه پس قضیه تالیس در مثلث دقت کن شاگردان عزیز دقت کنید نکته بسیار مهم است اگر جزء از ما و شما خواست از جزء به جزء استفاده میکنیم درست است اگر کل خواست از جز به کل استفاده میکنیم صحیح است چرا چه رقم شد دیگه نه؟ پس این هم یک مثال از قضیه تالس در مثلث خب یک تا نکته دیگه شاگرد عزیز دقت کنید یک تا نکته بسیار مهم بعضی از کتاب به عنوان معکوس قضیه هم یاد کرده ایره صحیح است که ما شما منام معکوس یاد می‌کنیم. معکوس یعنی چی یعنی سرچپ برعکس درست است خب قضیه چی میگه میگه اگر ما و شما یک مثلف دلخواه داشته باشیم که دی ای موازی با بی سی باشد اینی رو نتیجه میگیریم یا جز به جز یا جز به کل یا مردوش فرق نمی کنه سعیس جزب, جزب, جزب جز به جز گفتیم جز به کل نظر به جز به جز دریافت میشه همین جز به جز در نظر میگیریم پس اگر موازی باشد اینی جز به جز برقرار است یعنی چی اینی تناسب برقرار است حال سرچپه چی میشه اگر در یک مثلث اینی تناسب برقرار باشد 100 درصد دی ای با بی سی چی است موازی است آفرین پس این میشه معکوس قضیه تالس یا عکس قضیه تالس برش گفته میشه یعنی چی یعنی اگر ما و شما یک مثلث داشته باشیم نفهمیم که دی با بی سی موازی است این نسبت تشکیل میتیم این تناسبه اگر این تناسب تناسب با هم مساوی بود این نسبت به اون نسبت مساوی بود این تناسب برقرار بود نتیجه میگیریم که دی با بی سی چی است موازی است سوال میای از یاد دقت کنید یک تا مثلث با ما شما میته این علامه بعد اینا عدد میته بعد میگه که آیا دی ای با بی سی موازی است یا نه شما چکار میکنی باید بیاید جز به جز جور کنی اگر جز به جز تناسبش برقرار بود نتیجه میگیریم که چی است که زل دی ای ما با بی موازی است اگر برقرار نبود میگیم موازی نیست سیست پس ما تختر پاک میکنم یک تا سوال از کار میکنم که دقیق بفهمی خب پس ما تختر پاک کنم خب شاگرده عزیز پس چی است گفتیم که معکوس قضیه تالس یک سوال کار میکنیم سیست؟ پس معکوس قضیه تالس یا عکس قضیه تالس معکوس قضیه تالس سیست؟ یا عکس قضیه تالس برش گفته میشه و او چی است گفتیم که بونوان با به عنوان مثال یک تا مثلث به ما شما میته به این شکل بگه اینی ما شما داریم ا B, C, D, E سیست ای اگر باشد به عنوان مثال پنج اینی باشد دو اشاری پنج سیست پس ای باشد پنج باشد دو اشاری پنج اینی شش اینیم سه گفته که آیا دی ای موازی با بی سی است یا یعنی نه سوال با ما شما به این شکل داده گفته که آیا بگید شما دی ای با بی موازی است یعنی خب چه رقم کار میکنیم گفتیم از معکوس قضیه تالف استفاده میکنیم یعنی چی یعنی میایم اون تناسب جزء به جزء جور میکنیم صحیح است جزء با جور کنیم پس ای دی بر چی دی بی مساوی با ای 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 بر چی بر ای سی خب حالا قیمتاشو کنیم ایدی ما و شما چی میشه؟ ایدی ما و شما پنج هست است. بر دو اشاره پنج دو اشاره پنج مساوی است با ایدی ما و شما شش است و ای هم سه است آیا ای تناسب برقرار است؟ چه رقم مفاهم گفتیم طرف این وسط این اگر با هم مساوی شد چی است؟ برقرار است دیگه نه؟ طرف وسط ها این از یعنی چی؟ یعنی اینی رو ای ای در این ضرب کن صورت در این ضرب پنج در آیا مساوی است با دو ضرب دو اشاره پنج زب 6 شش خب پنج سه که چند میشه؟ پانزه میشه صحیح؟ دو اشاره پنج زب داره شش بکو دو شش دوازده سعیست؟ سفر اشاریه پنج زب شش هم سه میشه که دوازده چند میشه؟ یه هم پانزه میشه پس 15 با 15 مساوی است پس چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که پس اینی تناسب برقرار است پس در نتیجه من نمیشتم میکنم جای دو بر جای نیست مدهی در نتیجه نتیجه بر میکنم پس دی ای ما و شما موازی است با بی سی است. پس اینی هم چی کردیم؟ ما و شما یک سوال کار کردیم از معکوس قضیه تالیس یا عکس قضیه تالیس پس فهمید چرا خم شد دگنه خب شاگرد عزیزی هم از چی معکوس قضیه تالیس پس قضیه تالس در مثلث هم شما چی کردیم خواندیم و مثال هم کار کردیم درست است و معکوس قضیه تالیس هم گفتیم به چه شکل میشه و سوال هم کار کردیم پس ما شما چی میکنیم اینو تیک مارک میکنیم پس اینو ما شما خواندیم اما عنوان دوم ما شما چی است حالت های تشابه دو مثلث یا مثلث ها حالت اول درست است پس بریم سر تخته ما تخته رو پاک میکنم و تشریح میکنم که چی است پس حالت تشابه مثلث ها رو میخوایم شروع کنیم اگر یادتان باشد تشابه اشکال متشابه رو ما شما گفتیم نه چند زلی های متشابه رو گفتیم به چه شکل است گفتیم که چی است چی داشت سه شر داشت یک تعداد ازلا باید با هم چی باشد مساوی یا برابر باشد یعنی یک سه زلی با یک چهار زلی متشابه نمیتونه باشه چون سه زل دارد و او چهار زل دارد صحیح است پس اول چی است؟ که تعداد ازلا یا باید با هم چی باشد مساوی باشد و دوم چی بود دوم اگر یادتون باشد گفتیم که زاویه های مورد نظر درست است؟ زاویه مورد نظر باید با هم چی باشد باید با هم مساوی یا برابر باشد و سوم چی است گفتیم ازلا باید چی باشد متناسب باشد یعنی چی یعنی که به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد یعنی اگر یک زل ما و شما سه برابر شده باشد زل دیگم باید چی باشد باید او هم سه برابر شده باشد نمیتونه یک زل سه برابر شده باشد دیگر زل دو برابر شده باشد خب او دو شکل چی میشه متشابه نمیشه درست است خب آله ما میگیم در مثلث ها فقط مثلث ها رو میم بررسی میکنیم ما و شما اگر دو مثلث داشته باشیم و این دو مثلث چه باشد متشابه باشد پس من نوشتم میکنم تشابه مثلث ها خب تشابه مثلث ها سه حالت دارد برای ثبوتش دقت کنید ما و شما اگر دو تا مثلث داشته باشیم به با عنوان مثال دقت کنید شاگرد عزیز این عند مثلث عنوان مثال A B C D E F سایست این دو مثلث با هم چی متشابه است. شکل هم هست دیگه مطابق نیست یعنی مساوی نیست هم نیست درست است ولی متشابه است. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال دقت کنید. مثلا این باشد چند؟ این باشد سه، این ای باشد چار، یا بگیم به این شکل. این ای باشد سه، اینی باشد چهار و این باشد پنج درست است این باشد شش این باشد اشت و ای باشد ده سهیست پس ازلا به این شکل است سه سنتیمتر چار سنتیمتر پنج ای باشد شش 8 ده خب این زاوی اردش 90 درجه باشد اینی زاوی ای و زاویه دی با هم مساوی باشد درست است باشد بازان مثال پنجاه درجه پنجاه درجه یه هم چی باشد 50 درجه باید با دیگه رنگ نشته کنم که خوب دخلیم این 50، اینی هم باشد چند؟ 40 درجه، چرا؟ چون 40 و 50 چند میشه؟ 90 میشه، اینی هم 90 میشه، 180 درجه، سیست پس اینی هم چند باید باشد؟ اینی هم باید 40 درجه باشد و اینی هم باید 50 درجه باشد، درست است؟ خب این دو مسلس چی است؟ ما و شما متشابه است، دو مسلس ما و شما متشابه است خب خب وقت متشابه باشد گفتیم که اول که تعداد ازلاش مساوی چون مثلث هر دوش هر تا زل دارد درست است اما شرط دوم چی بود گفتیم زاویه های مورد نظر باید با هم برابر باشد یعنی زاویه دقت کنه شاگرد عزیز زاویه A با زاویه چی باید مساوی باشد با زاویه دی با زاویه دی مساوی باشد زاویه B با زاویه چی مساوی باشد با زاویه ای مساوی باشد درست است با زاویه ای مساوی باشد گردش 90 درجه است اینجا مساوی است زاویه C با زاویه چه مساوی باشد؟ با زاویه F مساوی باشد که 50 درجه 40 درجه است؟ 40 درجه است؟ خب یعنی زاویه ما نظر باید مساوی باشد که هست نوشته کردیم. و دیگه چی اضلاع متناسب باشد؟ یعنی چی متناسب؟ گفتیم متناسب معنایش است که به یک نسبت بزرگ شده باشد. یعنی 4 شده چند؟ شده 8 دو برابر شده. پس یعنی 3 دو برابر چند میشه؟ 6 میشه. و یعنی 5 دو چندش چند چند میشه؟ دو برابرش 10 میشه. صحیح است؟ پس کل اضلاع ما و شما چی است؟ دو برابر شده همشون. زب در دو شده صحیح است پس چی است ازلایش متناسب است خب بیره چه رقم نوشته کنیم یعنی تناسبه ما شما این رقم نوشته میکنیم دقت کن میگیم که ای بر دی e. یا میگیم دی e بر ای بی فرق نمی کنه هر کدام شما نوشته کنیم پس ما یعنی زل کلان بالای زل خرد میمانم پس نوشته میکنم ای دی ای دی ببخشید AB بی پس AB بر چی زل مورد نظر چی است؟ دی است بر دی ای چند میشه جوابش؟ جوابش میشه شش بر سه شش بر سه, سه است؟ و ای سی بر روی دی اف دی اف و این چند میشه؟ ده بر پنج سیست ده بر پنج و دیگه چی؟ بی سی بر چی؟ ای اف ای ای آفرین ای اف چند میشه؟ اشت بر چار یا رو کلش اختصار کنه همه چند میشه؟ شش بر سه میشه دو ده بر پنج هم دو میشه اشت بر چار هم دو میشه کلشان ما هم چی هست؟ مساوی پس یعنی چی؟ یعنی از لای ما شما است پس ما چی رقم شد؟ یک نکته دقت کنید بسیار مهم است دقت کنید ما گفتم ای بی بر دی زل کلان در صورت ماندم زل مخرج ماندم در باید هم می کار کنم یعنی رم ای سی زل کلانه باید در روی صورت و زل خورد در مخرج بانم سیست پس اگر ما شما و شما اگر شما آمدی گفتی که دی ای بر ای بی یعنی زل خورده در صورت مانده زل کلان در مخرج ماندی در دیگاه باید هم باید همی کار کنی سیست پس اگر تو یک تا نسبت اگر میکنی زل کلان در صورت میمانی دیگاه کلش زل کلان باید در صورت بانی از مثلث کلان سیست و اگر زل خورده در صورت مانده دیگه باید زل خورده در صورت بمانه سیست فاهم نیچه رقم شد دیگه نه و عدداش باید با هم چی شود؟ مفاویش اگر مفاوی شد میگیم چی است؟ چیست چی است؟ متناسب است خب پس شاگرد های عزیز دقت کنید بسیار مهم است اگر دو مثلث ما شما چی متشابه باشد؟ یعنی اطلاعات باید داشته باشیم یعنی زاویه های مورد نظر باید با هم برابر باشد اضلاع متناسب باشد این ها رو باید کلشه داشته باشیم یعنی به ما و شما اگر بیای بگه بیا که ثبوت کنید دو مسلف مفاهیم ما و شما اطلاعات باید نوشته کنیم ولی ما و شما چی میکنیم یک تا نکته بسیار مهم نکته بسیار مهم حالت اول تشابه مسلس ها دقت کن بسیار مهم است با ما لازم نیست این همه را ثبوت کنیم حالت اول اگر ما و شما فقط در دو مسلس ثبوت کردیم که دو زاویه از دو مسلس سه هم دو تا دو تا زاویه با هم با دو زاویه دیگه از مثلا دیگه مساوی باشد دیگه خود به خود باید چی میشه جور میشه خودشان سایست پس فقط سا... لازم است ما شما چی کنیم ثبوت کنیم دو زاویه از این مثلث با دو زاویه از این مثلث مساوی دیگه خود به خود جور میشه دیگه نیاز نیست ما شما چک کنیم فهمیدید چرا خم شد پس در اصل که ما شما این اطلاعات کل این اطلاعات باید سه تا زاویه نشون بده ما مساوی شش تا زاویه یعنی دو یعنی دو یعنی دو،, دو ما مساوی یعنی تناسبم چک کنیم درست است و اینا رو باید کلش چک کنیم ولی میگیم که نیاز نیست یه عمر چک کنیم اگر ما و شما تا نشان بتیم که فقط دو زاویه از این مسلس با دو زاویه از مسلس دیگه با هم مساوی باشه دیگاش نیاز, نیاز نیست خود به خود اینا جور میشه پس از اون نتیجه میگیریم دو مسلس چی است؟ متشابه است پس حالت اول تشابه مسلس ها حالت اول چی است؟ دو زاویه مساوی صحیح است یعنی ما شما اگر فقط نشان بدیم دو زاویه با هم مساوی است با نان نشان بدیم ای بادی دی مساوی است هم با ای مساوی است دیگه شاید نیاز نداریم نشان بدیم از همین هر نتیجه میگیریم که دو مثلث با هم چی است مساوی است پس حالت اول چی است دو زاویه مساوی پس اگر ما شما نشان بدیم دو زاویه از مثلث اول با دو زاویه از مثلث دوم مساوی باشد دیگه شاید نیاز نیست خود به خود جور میشه درست است خب ما تختر پاک میکنیم شاگرد عزیز یک تا مثال کار کنم که از همین حالت استفاده کنیم از همین حالت استفاده اینجا جای نمیشه بس تخت پاک میکنم و کلان میکشم شکل برای تریس دقت کنید بانوان مثال ما شما شکل داریم این دو مثلث داریم این دو مثلث داریم. A B O C D سیست این دو مثلث ما شما داریم با ما گفته با ما شما سوال گفته ثبوت کن که مثلث A B O با مثلث O C D با هم چی است متشابه یا مشابه است خب ما باید ما شما باید در حالت کلی چی کنیم باید نشان بدیم زاویه عرض زاویه‌ای از با عرف زاویه از مساوی است از لایش هم متناسب است باید نشان بدیم نه ولی حالت اول میگه نیاز نیست کارا رو بکنی فقط تو اگر تا نیست نشان بدی دو تا زاویه از مثلث با دو تا زاویه از مثلث دیگه مساوی باشد اونای دیگه خودشون چی میشه خود به خود جور میشه دیگه نیاز نیست پس فقط ما شما فقط کافی است چی کنیم نشان بدیم که دو زاویه از مثلث با دو زاویه از مثلث دیگه مساوی است خب دیگه اطلاعات به ما و شما نداده نمی شکل داده خب کار نداره بسیار آسان بتون نوشته کنید به نوشتن نوشته میکنید دقت کنید من میگم به ایشکر. زاویه این نام او 1 میگیرم سیست این زاویه نام او 1 میگیرم این زا... او 2 میگیرم سیست پس نوشته میکنم که زاویه او 1 مساوی با زاویه او 2 سیست اما دلیلش چرا با هم مساوی است چون اگر با یادتون یا باشه گفتیم نه به این میگیم زوایای متقابل برعکس با هم 100 درصد با هم دیگه چی میشه مساوی میشه یعنی اگر ما و شما دو تا خط مستقیم بیای هر رو قطع کنه هم دیگه رو قطع کنه این زاویه های مقابل با هم دیگه چی هست؟ مساوی میشه 100 درصد این 40 درجه باشه اونم 40 درجه میشه صحیح است به اینا میگن زوایای متقابل برعکس پس دقیقاً الان او یک و او دو ما و شما دقیقاً به این متقابل برعکس است پس من دلیلش هم نوشتم میکنم متقابل بچه به رأس هستند پس او یک با او دو مساوی است خب دیگه چی؟ آفرین زاوی دی بی با زاویه سی ارده چند است؟ 90 درجه است. از کجا فهمیدی؟ در خن وقتی که به این شک بانه یعنی چی 90 درجه است. اینو ما و شما میفهمیم. پس زاویه بی مساوی است با زاویه سی دلیل چرا؟ چون 90 درجه است. خود سوال با ما و شما داده. خب خلاص شد دیگه حالت اول از این استفاده میکنیم ما و شما نشون دو تا مثلث دو تا زاویه از این مثلث با دو تا زاویه از مثلث دیگه با هم چی است مساوی است پس از این اردو نتیجه ما میگیریم که مثلث ABO بی, او بی او متشابه رو گفتیم یعنی از از این سمبول استفاده میکنیم درست است متشابه است با مثلث COD COD به حالت چی به حالت دو زاویه مساوی یا به شکل نوشته میکنه خیلی کتاب به شکل نوشته میکنه ز... چی دو تا زاویه مساوی سه به حالت دو تا چی میمانیم زی میمانیم که چی میشه دو زاویه میشه سه است فام رقم شد دیگه نه پس شاگردای عزیز و گرامی تشابه مثلث ها حالت اول فقط کافی است ما و شما چیکار کنیم دو زاویه از مثلث اول نشان بدیم با دو زاویه از مثلث دوم چی است دیگه اطلاعات خودشان خود چون خود به خود جور میشن نیاز نیست دار نشان بدیم پس از نتیجه میگیریم ثبوت کردیم معمولی با ما شما سوال امتحان این شکل میده مگه ثبوت کنید این مثلث با این مثلث چی است متشابه است ما و شما فقط همین دزای از این دوزا استفاده میکنیم و نتیجه میگیریم که چی است دو تا مثلث با هم دیگه متشابه به شکل نوشته میکنیم عنوان دوم درس خودم ما و شما خواندیم حالت تشابه مثلث ها چی است؟ حالت اول درست است حالت های تشابه مثلث ها. حالت اول حالت دوم الله و سوم ان ما شما در درس بعد میخوانیم درست است پس من اینم تیک مارک میکنم پس اینم ما و شما خواندم اما بحث مهم کار خانگی. کارخانگی چی است تمرین های صفحه 78 اشت و 80 کتاب رو باید چی کنید؟ ال کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبر 20964 780 255 40 13 درست است؟ خب شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل سوم شاگردهای عزیز عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارون.